لاس وگاس پارسال. اولا به نظر شما از لس آنجلس تا لاس وگاس چند ساعت راست با ماشین؟ ماشین 10-12 ساعت بود که راه. نه 10-12 ساعت نیست، 4-5 ساعت. ولی کامبیز ما رو 10-12 ساعت برد. یادتونه کامبیز پارسال ماجرایی داشتیم؟ ساعت 8-7 شب بود راه افتادیم، 4-5 صبح رسیدیم. آره ماشاءالله. از اینجا که راه میافتادیم گفتم که کامبیز جان 10-15 لاس وگاس. بعد خانم گوگو شما که داشتین با لپتاپ با کامپیوتر یه کاری انجام میدادین، منم با تلفن همینجور حرف میزدم، یه دفعه نگاه کردم دور و برم دیدم همه برف بود. گفتم کامبیز جان کجا رسیدیم؟ رسیدیم کانادا فکر کنم. برجهت این خاطره اون راه، ولی خیلی خندیدیم با اون همه اضطرابی که بود و با اون همه فشاری که اون خنده ای که بابت گم کردن را داشتیم یکم از اون استرس و واقعا از اون استراب رو میخواییم یه ذره تعریف کنیم که چه اتفاقاتی افتاد. میخواییم ما اولا که لباسامون هم گم شد با ما اون اتومبیلی که ما رو به اتومبیلی که ما رو به سالن کنسرت میبرد، لباسامون هم خودش برد. ولی بگین چه حسی بود؟ یعنی واقعا وقتی به اون حس فکر میکنم هنوز پشتم میلرزه. یعنی واقعا اون شب جفتمون نمیدونستیم چه اتفاق میافته. کامبیز هم همینجور، همه مضطرب بودیم چون من که اجازه نداشتم بخونم، خودت هم رو صحنه تمام مسئولیت رو بود و من یه جاهایی واقعا دلم میخواست بپرم رو صحنه بخونم بگم هر چی میخواد بشه بشه، ولی خیلی خودم کنترل کردم. اما باری کرد چقدر کارهای منو زیبا خوند، بسیار زیبا خوند. یعنی من تا به حال ندیدم کسی این آهنگا رو اینقدر زیبا بخوند. کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی، بذار قسمت کنی میون سفره شب تو با هم، بذار بین من و تو دستای کلی باشه واسه از خود گذشتم، بذار قسمت کنی تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتم. سکوتت گفتن تمام حرفاست، تو رو از تپش قلب شناختم، تو قلبت قلب عاشقان دنیاست، تو با تنپوشیت گلبرگ و بوسه منو به جشن نور و آینه بردی، چرا از سایه های شب بترسم تو خورشید و به دست من سپرد. حالا جالب اینه که امسال هم برنامه لاس وگاس ما تو همون سالانیه که پارسال شما نخوندین. حالا چه حسی داری؟ حالا چه حسی داری که تو همون سالانی که پارسال نتونستی بخونی و امسال میخونی؟ میخوام تمام اون حس اشتیاق بخوندن که پارسال داشتم و نشد دقدلی پارسال هم سر امسال خالی کنم. عاشق صحنه است گوشتن؟ من رو صحنه بزرگ شدم دیگه. من میگم از 3 سالگی خودم رو صحنه شناختم و مدیون پدرم هم هستم. من رو صحنه یک روحیه دیگه ای دارم، یک حال دیگه ای دارم. خودت هم اینجور روی صحنه رقصیدن و خوندن با هم کار مشکلیه؟ خیلی کار مشکلیه، چون وقتی حرکت میکنی نرقصیدن اصلا 4 قدم که برمیداری
ضربان قلب زیاد میشه، نفس تندتر میشه، در نتیجه خوندن سخت میشه. به همین دلیله که خواننده های امریکایی و اروپایی وقتی روی صحنه دارن میرقصن و میخونن همه لب میزنن. یاشاسن آذربایجان.